ادعای آمریکا در مورد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران. اروپایی‌ها و سازمان ملل همراهی نکردند. ایران مدعی پیروزی شد. از یک پژوهشگر ارشد استراتژی بین‌المللی درباره انگیزه‌های آمریکا از بازگرداندن یک جانبه تحریم‌ها علیه ایران می‌پرسم. با یک استاد حقوق بین‌الملل درباره پیچیدگی‌های حقوقی از سرگیری اجرای تحریم‌های پیشین علیه ایران گفتگو می‌کنیم. و تأثیر عملی این اقدام آمریکا بر ایران را با دو کارشناس به بحث می‌گذاریم. در ادامه برنامه امشب، من 12 سال با مجاهدین بودم. تو این 12 سال هم میتونم بگم هزاران بار قبطه خوردم به دوران اسارت. روایت‌هایی در حاشیه جنگ ایران و عراق، داستان آن اسرای ایرانی که به خانه برنگشتند. قول تالش که قسمت عابر شکست، مردم آن دارن فرار میکنن از ترس. و فرار از مهلکه در تالش، بارندگی بیوقفه غرب گیلان را به محاصره سیلاب درآورد. درز اسناد محرمانه پولشویی در جهان، رضا زراب به واسطه بانک مرکزی امارات تحریم‌های آمریکا را دور زد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. کشمکش آمریکا با اروپا و سازمان ملل درباره ایران وارد فاز جدیدی شد. از یک طرف آمریکا میگوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از امروز لازم الاجراست. در مقابل دبیرکل سازمان ملل میگوید به دلیل ابهامات موجود نمیتواند قدمی در این راه بردارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان هم که امضا کنندگان اروپایی برجام بوده اند با صدور یک بیانیه مشترک بار دیگر تاکید کردند که آمریکا عضو برجام نیست و نمیتواند با استفاده از گزینه ماشه تحریم ها را برگرداند. ایران این واکنش اروپا را یک پیروزی برای خود میداند و میگوید آمریکا منزوی شده. اما واقعیت این است که حتی پیش از این هم در عمل بسیاری از شرکت‌های خصوصی خارجی حاضر به همکاری با ایران نبودند و بازارهای سرمایه و ارز ایران هم امروز به اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه واکنش منفی نشان دادند. آیا چیزی که ایران از آن به عنوان پیروزی دیپلماتیک نام می‌برد در عمل به کمکش می‌آید؟ آیا آمریکا ابزاری به جز اقداماتی که تا همینجا کرده برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی در دست دارد؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. آمریکا دیشب رسماً اعلام کرد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر طبق مکانیسم ماشه برجام بازگشته و از امروز لازم الاجراست. اما دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که نمی‌تواند در این باره کاری انجام دهد. به نظر می‌رسد درباره اینکه آیا این روند در حقیقت آغاز شده و همزمان با آن آیا لغو تحریم‌ها عملاً ادامه پیدا می‌کند یا نه ابهاماتی وجود دارد. دبیر کل نمیتواند این ابهام ها را نادیده بگیرد و اقدامی انجام دهد. به جز آمریکا بقیه اعضای دائمی شورای امنیت از اجرا نشدن تحریم ها صحبت کردند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک اعلام کردند که چون آمریکا از برجام خارج شده بود نمیتوانند تحریم ها را برگرداند. این سه کشور گفتند که کاملا به قطعنامه 2231 سازمان ملل که پس از توافق هسته‌ای یا برجام صادر شده وفادارند. وزرای خارجه این سه کشور گفتند به صورت خستگی ناپذیر کار کردند تا برجام را حفظ کنند و به آن پایبند خواهند بود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته چون آمریکا از برجام خارج شده و یکی از طرف‌های برجام محسوب نمی‌شود، نمی‌تواند روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را آغاز کند. روسیه هم گفته اقدام آمریکا یک طرفه است و وجاهت قانونی ندارد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اقدام آمریکا را نامشروع خوانده و گفته که این اقدام نمیتواند عواقب حقوقی بین‌المللی برای سایر کشورها داشته باشد. پیش از این آمریکا گفته بود کشورهایی را که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند مجازات خواهد کرد. در ایران هم اقدام آمریکا با واکنش مقام‌های مختلف روبرو شده. حسن روحانی دولت ترامپ را شکست خورده توصیف کرد و گفت آمریکا نتوانست ائتلافی جهانی علیه ایران به وجود بیاورد. اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه‌ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه
جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات بین المللی خودش عمل کرده، اما هیچ زمانی حاضر نبوده در یک توافقی که توازن اون به هم میخوره بار اون توافق رو یک جانبه بر عهده بگیره. وزیر خارجه ایران هم دیشب در یک برنامه تلویزیونی از انزوای آمریکا صحبت کرد. این بار 13 کشور نامه نوشتن و نوشتن آمریکا حق این کار رو نداره. اون یک کشوری هم که به قطعنامه تحریم ادامه محدودیت های تسلیحاتی ایران رای داده بود اینجا سکوت کرده، حتی اون یک کشور هم از آمریکا حمایت نکرده. لذا آمریکا با چنین وضعیتی مواجه هست. اینطور نیست که بعضیا ادعا بکنن که اصلا سازوکار به قول اونا اسنپبک واسه اینه که یک کشور بتونه علارغم مخالفت بقیه تحریم‌ها رو برگردونه. الان وضعیت اینه که همه اعضای شورای امنیت به استثنای خود آمریکا یا سکوت کردن یک کشور یا بقیه کتباً نوشتن اصلا آمریکا تو این اتاق جا نداره که بیاد بخواد حالا صحبت بکنه ما موافق باشیم یا مخالف باشیم. اقدامات خصمانه آمریکا در جلسه امروز مجلس هم کمیسیون امنیت ملی مأمور شد اقدام‌های متقابلی علیه آمریکا انجام دهد. جزئیات این اقدام‌ها هنوز مشخص نیست. در حالی که امضا کنندگان برجام گفتند اقدام آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند، معلوم نیست آیا تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها در حد اقدامی سیاسی می‌ماند یا از آن فراتر می‌رود. فرین عاصمی، بی بی سی. متیو برادسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد از واشنگتن دی سی، با ما. آقای برادسکی، خوش آمدید به برنامه. فکر می‌کنید که چرا امروز مقام‌های ایران خودشون رو پیروز این رودرویی دیپلماتیک می‌دونن؟ برای اینکه اگه شما یک مقام ایرانی باشید هیچ کار دیگه نمیتونین انجام بدین جز اینکه دلداری و به مردمتون بدین و به اونها دروغتون بگین. در مورد بحران کرونا که بهشون دروغ گفتید و حالا هم دارید سعی میکنید این رو به عنوان یک پیروزی برای خودتون قلمداد کنید. مقامات ایرانی این رو به عنوان یک پیروزی قلمداد میکنن برای اینکه اروپایی ها، کشورهای آزادی که در توافق هسته‌ای بودند در کنار آمریکا، واقعا با آمریکا کمک نکردند در بازگرداندن تحریم ها علیه ایران. برای اینکه این پیروزی هم واقعا برای ایران پیروزی توخالی خواهد بود، برای اینکه آمریکا الان میتونه تمام شش قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل رو به مورد اجرا بگذاره، چه اروپایی ها بخوان چه نخوان، و این خودش ضربه بزرگی به رژیم خواهد زد. چطوری در نبود همکاری سازمان ملل میتونه آمریکا به تنهایی اینها رو به اجرا بگذاره؟ تدابیر مختلفی هستش که ما میتونیم اتخاذ بکنیم. اول از همه بیشتر تجارت در دنیا با دلار انجام میشه. تحریم های ثانویه‌ای هست که آمریکا میتونه اجرا بکنه که بر اساس اون اگه کسی با رژیم ایران داد و ستد بکنه دیگه نمیتونه با آمریکا داد و ستد بکنه. این یک ابزار خیلی قدرتمندی است که ما در دست داریم، چرا که اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد ایران چیزی نیست. ولی مهمتر از همه من این رو به شما میگم، من نمیخوام پیش بینی بکنم که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد گفت، ولی فردا دوشنبه آمریکا اعلام خواهد کرد که چه گامهای دیگری برخواهد داشت که چه جوری فقط به حاکمان ایران روشن بکنه، بلکه متحدان ما هم این پیام روشن رو برسونه و به کشورهای دیگه مثل روسیه و چین که ما قراره چیکار کنیم. خب پس این دیگه معناش برگشتن قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل نیست. چیزی که شما دارین میگین تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا محسوب میشه. اون چه که من دارم میگم بر اساس حقوق بین الملل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که شش قطعنامه قبل از اون رو درباره ایران لغو کرد، اون شش قطعنامه
حالا قابل اجرا هستند، یعنی که ایران حق نداره هیچ گونه غنی‌سازی بکنه، ایران نمیتونه هیچ گونه سلاح متعارف بخره و حتی نمیتونه در زمینه‌های هسته‌ای تحقیقات بکنه. تمام چیزی که قبلا برنامه هسته ایران رو غیرقانونی میکرد حالا قابل اجراست. کشورهایی که حالا تصمیم گرفتن که به حقوق بین‌الملل پشت بکنن و اجازه ندن که ایران تحریم بشه، توسط آمریکا مجازات خواهند شد به واسطه تحریم‌های ثانوی آمریکا. و همونطوری که من به شما گفتم، فردا بیش از اینها درباره این مسئله از طرف وزارت خارجه و وزیر خارجه آمریکا خواهید شنید. ولی دیگر کشورهای عضو شورای امنیت معتقدند که آمریکا به دلیل اینکه برجام رو ترک کرده اصلا حق اظهار نظر در این زمینه رو نداره و امکان برگردوندن قطعنامه 2231 رو نداره. علاوه بر اون، ما امشب شنیدیم که دیشب شنیدیم که آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل ابهامات امکان اجرای این درخواست آمریکا وجود نداره. بله بله، من این استدلال رو زیاد شنیدم، اما واقعیت این هست که اونها مطلقاً کاملاً اشتباه میکنند. شاید آمریکا از برجام خارج شده باشه، اون توافقی که به هر حال یک سند سیاسی بود، اما ایالات متحده همچنان در داخل حوزه قطعنامه های سازمان ملل قرار داره، یعنی آمریکا کاملا از توافق هسته‌ای با ایران به غیر از برجام خارج نشد. علاوه بر این، یکی از پاراگراف های قطعنامه 2231 سازمان ملل به روشنی گفته که چه کسی عضو اون قرارداد هست و چه کسی میتونه تحریم‌های سازمان ملل رو باز بگردونه، و خیلی مشخصا گفته که آمریکا میتونه این تحریم‌ها رو به مورد اجرا بگذاره. هیچ جا در اون قطعنامه نگفته که اگه آمریکا توافق هسته‌ای خارج بشه دیگه نمیتونه این کارو بکنه. این واقعاً چیزی که بعضی به خوشخیالی خودشون میخوان باور بکنن، ولی شما در عمل خواهید دید که ایالات متحده این قابلیت رو داره که میل خودش رو به مورد اجرا بگذاره و این اتفاق خواهد افتاد. آقای براسکی، فکر می‌کنین چرا دونالد ترامپ نتونسته تا اینجای کار اروپا رو با خودش همراه کنه؟ برای اینکه اروپایی‌ها بیشتر علاقه‌مند هستند که با یک رژیم واقعا بدی در ایران رابطه اقتصادی داشته باشند. این منافع درجه یکشون هست. از یاد نبرین دولت ترامپ یک سال رو صرف این کرد که بتونه توافق هسته‌ای رو قوی تر بکنه، سعی کرد که با مثلا متحدان اروپایی خودش صحبت بکنه تا برخی از مفاد برجام رو بهتر بکنه، اما اروپایی‌ها نخواستن همکاری بکنن با آمریکا در این زمینه، برای اینکه اونا بیشتر دنبال رابطه اقتصادی با ایران هستن، بیشتر به فکر این هستن تا اینکه جلوی ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بگیرن. برای همین تحلیلگران مثل من اصلا تعجب نمی‌کنن که اروپایی‌ها نخوان همراه ما بشن. اون چه که ما رو واقعا متعجب می‌کنه این هست که ایران سعی کرده در خاک اروپا دست به اقدامات تروریستی بزنه، ولی مهلت تحریم تسلیحاتی ایران یک ماه دیگه تمام خواهد شد. اینکه اروپایی ها نمیخوان همراه ما باشن در این زمینه به خودی خود نشون میدن واقعا ما چگونه متحدانی داریم، این دوستان اروپایی ما چه کسانی هستن و چه منافعی دارن، و این خودش پیام روشنی به مردم آمریکا هم خواهد داد. متشکرم. متیو برادسکی از مؤسسه استراتژی بین‌المللی گفت. اما در عمل تاثیر سیاسی و اقتصادی اقدام آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران چیست و چه نتیجه‌ای برای آمریکا می‌تواند داشته باشد؟ برای گفتگوی بیشتر یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی با ماست، و همچنین کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند به ما پیوستن. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای عزیزی، با شما شروع بکنیم. شنیدید صحبت‌های آقای برادسکی رو، فکر می‌کنید که آمریکا چه ابزاری برای اعمال این تحریم‌ها در دست داره؟ با عرض سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگان عزیز برنامه‌تون. ببینید، من فکر می‌کنم ایشون کاملاً اشتباه و یک جانبه صحبت می‌کنن و اصلاً
خارج از واقعیت ها و مسائلی که در دنیا اتفاق میفته دارن صحبت میکنن. ببینید، رویه قانونی در سازمان ملل بر اساس قطعنامه هایی که تو شورای امنیت در واقع تصویب میشه این گونه هست که وقتی قطعنامه در شورای امنیت تصویب میشه، به تمام اعضای سازمان ملل اون دستورالعمل داده میشه که این قطعنامه هست، شما باید قوانین داخلی خودتون و مسیری که در داخل کشور خودتون هست رو به صورتی اجرا بکنین که در واقع با قطعنامه تناقض نداشته باشه، بتونه تأمین کنه مسائلی که تو قطعنامه اومده. الان اتفاقی که افتاد این خیلی جالبه، به این مسئله فکر بکنیم که زمان آقای اوباما چه اتفاقی افتاده، زمان آقای ترامپ چه اتفاقی افتاده. ببینید، وقتی زمان آقای اوباما اون تحریم‌های سنگین در سال‌های 2011-2012 بر ایران اجرا میشه و حمایت سازمان ملل رو داره و حمایت اتحادیه اروپا رو داره، در واقع تمامی کشورها، روسیه، چین، کشورهای شرق آسیا مثل مالزی، ترکیه، هند، همه اینها قوانین داخلی کشورشون رو به گونه ای تنظیم میکنن که امکان دور زدن تحریم ها از سوی ایران بسیار کم بشه، پایین بیادش. اما الان اینطور نیست. اصلا این سوال رو باید تمام کسانی که طرفدار 4 ساله دارن یک جانبه طرفداری میکنن از سیاست شکست خورده ترامپ از خودشون بپرسن که چی شده که اصلا آقای ترامپ برگشته به سازمان ملل، ایشون که اصلا ضد تمام این نظم نوین جهانی و نظم ساختارها و روابط بین الملل بوده، چرا ایشون برگشته به سازمان ملل؟ من که ایشون فهمیده که سیاست یک جانبه آمریکا، فشار اقتصادی که اومده و همه هم میدونیم اومده و فشار بر ایران هست، این فشار الان در حالت ماکسیموم فشار خودش به ایرانه، یعنی دیگه حالتی نداره که بتونه فشار اقتصادی بیشتر بیاره. اما ایران حداقل تونسته با استفاده از روابطی که با یه سری از کشورها داره، شرکت‌های سوری ایجاد بکنه، حالا مسئله در انتقال نفت بود، همه جداگانه میشه پرداخت، دور بزنه تحریم‌ها رو به صورتی که اقتصادش فرو نپاشه. نمیگیم اقتصادش خوب شده، توجه بفهمید، اقتصاد فرو نپاشه. و این نشون میده که سیاست یک جانبه آمریکا شکست خورده. در همین موردی که گفتن ایشون اشتباه گفتن، در واقع همین که بگیم استفاده از دلار و استفاده از قدرت و زور یک جانبه آمریکا، خب این نمیشه همون تحریم های یک جانبه آمریکا، این دیگه ربطی به سازمان ملل و رویه های قانونی سازمان ملل نداره. بله. تنها نکته ای که اینجا وجود داره، من اینو بگم تمام میکنم، تنها نکته ای که وجود داره اینه که ما دیدیم تهدید هم مقامات ایران کردن. ممکنه آمریکا بخواد خودسرانه شروع بکنه، یعنی مثلا از کشتی ها بازرسی کنه یا حالا اقدامات خطرناکی بکنه که مقامات ایران گفتن که خب جواب اونها رو خواهند داد. آقای غفوری، فکر میکنید که اینطور که آقای عزیزی میگن تقریبا به مکسیموم فشار حد اکثری آمریکا رسیده و بیش از این اقدام خاصی نمیتونه بکنه؟ من فکر میکنم چرا، امکانات بیشتری هم داره آمریکا برای فشار بیشتر. این رو در نظر بگیریم که آقای عزیزی گفتند که اقتصاد ایران هنوز فرو نپاشیده. من نمیدونم واقعا دیگه چه از اقتصاد ایران مونده وقتی که قیمت امروز تا فردای دلار هر روز چند صد تومان بهش اضافه میشه. ببینید، در شورای امنیت ساختار همیشه به این صورت بوده، به خاطر اینکه چند عضو ثابت داره، این اعضا حق وتو دارن، معمولا اختلافی ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه در مسائل سابستانتیو اینها میان به رأی گذاشته میشن و اگر یکی مخالف باشه اصلا اون قطعنامه از دستور کار خارج میشه، وتو میشه. در مسئله قطعنامه 2231 اختلاف ایجاد شده و شورای امنیت هم نهاد بالادستی نداره که این اختلاف رو بهش ارجاع بدن، حتی دیوان دادگستری بین المللی هم اگر بهش ارجاع بدن فقط میتونه نظر مشورتی بده که غیر الزام آوره. حالا فرض بکنیم آمریکا در تلقی خودش از اینکه الان دیگه قطعنامه 2231 پابرجا نیست، شروع بکنه به اجرای مفاد 6 قطعنامه پیشین مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که همونطور که مهمانتون اشاره کردن در دوره همون آقای اوباما تصویب شد. یکی از اونها رو من مثال بزنم، قطعنامه 1929. اگر آمریکا اجرا بکنه، یعنی تلقی بکنه بگه الان قطعنامه 1929 اجرایی شده، من میخوام از فرضاً کشتی‌های ایران بازدید بکنم. اون اتفاقی که افتاده بود که ایران یک سری محموله‌های نفتی فرستاده بود به ونزوئلا و در دریای آزاد هیچ کشوری نتونست جلوش رو بگیره، اگر آمریکا بیاد و اون رو طبق قطعنامه 1929 که او فکر می‌کنه که اجرایی شده و دیگران حالا مخالفش هستند بگیره و توقیف کنه، واکنش جامعه جهانی واقعاً چه خواهد بود؟ محکوم می‌کنند، آیا قطعنامه علیه آمریکا صادر میکنند؟ خب در شورای امنیت وتو میشه. آیا میتونند اصلا قدرت اقتصادی و سیاسیشو دارن که آمریکا رو تحریم بکنند؟ برای مثال اروپایی ها من فکر نمیکنم. برای همین من فکر میکنم که در نهایت باز هم این مسئله فشار بیشتری میاره از نظر اقتصادی روی ایران.
آقای عزیزی به نکته جالب توجه اشاره کردن آقای غفوری، واقعیتش اینه که درسته که اروپایی ها روی کاغذ دارن محکوم میکنند این اقدام آمریکا رو، ولی در عمل اگر که آمریکا تصمیم بگیره که اجرا بکنه این قطعنامه های پیشین شورای امنیت رو، حامی معنادار ایران نداره در جامعه بین الملل. خب قبل از این هم نداشته. ببینید حرف ما اینه که آیا الان با ادعای آمریکا مبنی بر این که این تحریم‌ها برگشته، اسنپ‌بک برگشته، مکانیزم معاشه دیگه برگشته و من و ما همه باید این کار بکنیم، تمام دنیا باید از این مسئله پیروی بکنن، با دیروز هیچ فرقی نکرده، چون دیروز هم آمریکا همین ادعاها رو در مورد ایران داشته، تحریم‌های یک جانبه خودش بر ضد مسائل اقتصادی ایران، بر ضد نفتکش ایران. ما یادمون نمیره که نفتکش ایرانی رو در تنگه جبل طارق به دستور آمریکا گرفت انگلیس و بعد واکنش ایران رو دیدیم. ببینید من تعجب میکنم از این حرف. آمریکا اگر میخواست اقدامی بکنه این اقدام رو انجام میداد به خاطر قوانین داخلی خودش، نیازی به این نداره که مثلا طرفداری اتحادیه اروپا و اینها رو در نظر بگیره در این زمینه، مخصوصا با یک جانبه گرایی که آقای ترامپ داره. نکته ای که از اینه، آقای ترامپ نشون داده ما در ماجرایی که مثلا حمله شد به مخازن نفتی و تأسیسات نفتی عربستان و 50% تولید نفت عربستان برای مدتی سقوط کرد، ما دیدیم که عربستان و کشورهای دیگه انتظار داشتن که یک اقدام نظامی انجام بشه، یک اقدام تنبیهی در مورد ایران انجام بشه. ولی جالب بود این گزارش‌ها بیرون اومد که آقای ترامپ گفته بود که اگه خود عربستان، خود امارات نخوان وارد بشن، آمریکا به تنهایی وارد یک جنگ با ایران نخواهد شد. بنابراین اونها هم باید در واقع هزینه بپردازن. به نظر من هیچ تفاوتی نکرده. درسته که این لفاظی ها وجود داره که بیشترش برای مصارف داخلی سیاست آمریکا است که حالا در سوال دیگه ای باید بهش جواب داده بشه، اما دیروز و امروز هیچ تفاوتی نکرده. یعنی اقدام آمریکا دیروز هم غیر قانونی بود از نظر روابط بین الملل، امروز هم اگر رفتار خصمانه ای، رفتار تحریک آمیزی انجام بده، باز هم ضد قوانین بین الملل. آقای غفوری اگر که هیچ چیز تغییر نکرده، فکر میکنید که آمریکا با چه هدفی اصلا این اقدام رو کرده؟ و من اصلا قبول ندارم که هیچ چیز تغییر نکرده نسبت به دیروز تا امروز. این عین همونیه که آقای احمدی نژاد میگفت که برای مثال قطعنامه ها کاغذ پاره است، یا آقای خامنه ای میگفت تحریم ها هیچ اثری نداره. خب یک پله فراتر رفتن بر تحریم ها، از نظر تحریم ها بر اقتصاد ایران فشار میاره. یک مشکل بزرگی که الان ما در ایران باش مواجهیم اینه که خیلی از سیاستمداران یا خیلی ها چشم دارن به این که ببینن این دولت در واشنگتن میآید یا آن دولت در واشنگتن میآید. سوال اصلی اینه اصلا چرا تغییر دولت در واشنگتن باید بر سرنوشت مردم ایران تاثیر بذاره؟ من فکر می‌کنم جوابش در یک نهادی است به اسم جمهوری اسلامی. مجموع سیاست‌های جمهوری اسلامی مردم ایران رو در وضعیتی قرار داده که هر اقدامشون به اراده خودشون بستگی نداشته باشه، به خاطر اینکه حکومت یک ایدئولوژی غرب ستیز داره، یک ایدئولوژی توسعه طلبانه داره، یک ایدئولوژی اسرائیل ستیز داره، دیگر ستیز داره، و در نهایت این مشکل ایجاد میشه. به عنوان دیگر برنامه‌تون اشاره کردم به دوران آقای اوباما. بله دوران آقای اوباما هم اجماع بود، باز دقیقا همین فشارها، همین تحریم‌ها آمد، برجامی در واقع تصویب شد، ولی بعدش همون دولت آقای اوباما موشک‌های رو هوا کردن در ایران، روش شعار نابودی اسرائیل نوشتن. ما در کنار این که باید خب به سیاست‌های روابط بین الملل هم بپردازیم، سیاست‌های کشورهای دیگر هم بپردازیم، اول باید سوال بکنیم که چه اتفاقی افتاده که در 40 سال اخیر ایران تماماً تحت فشار، تحت تحریم هست. این به نظرم یک سوال بزرگ و اساسی است. آیا تمام کشورهای دیگه به همین صورت اقتصادشون، معیشت مردمشون، رفاه مردمشون به تغییر دولت در کاخ سفید ربط داره؟ آقای عزیزی جنبندی نهاییتون لطفا. من فکر کنم ایشون بعد این سوال از خودشون و تمام متفکرین مثل ایشون بعد این سوال از خودشون بپرسن که وقتی ایران در یک قانون بین‌الملل وارد میشه، یک قرارداد بین‌الملل با قدرت‌های جهانی می‌بنده، این قانون میره در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل به یک قانون بین‌الملل، یک بخشی از قانون بین‌الملل میشه، اون وقت یک کشوری مثل آمریکا از اون بیرون میاد، بعد ایشون ایران رو متهم می‌کنه. واقعا سوال بزرگتری آقای غفوری پرسیدن، سوال بزرگتر اینه که این آمریکا ستیزی باعث به اینجا رسیدن ایران امروز بوده، نه برجام، نه قبل از برجام، نه اینکه چه رئیس جمهوری در قدرت باشه. این حرف اصلا درست نیست. یک دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا برقراره. حالا ما میتونیم برگردیم تاریخ، نمیخوایم الان تاریخ رو مرور بکنیم. این دیوار بی‌اعتمادی نمیشه یک دفعه شما دیوار رو وردید خراب بکنید بگید خب بیایم دوست بشیم. ما سرنوشت عراق رو داریم می‌بینیم، سرنوشت افغانستان داریم می‌بینیم، سرنوشت لیبی رو داریم می‌بینیم. اتفاقی که داره میفته این بود که با وجود برجام، قدم به قدم قرار بود مشکلاتی که بین دو کشور، مشکلات امنیت منطقه اینها رفع بشه، کم کم باب گفتگو باز شه.
این که آمریکا از قرارداد برجام که ایران پایبند به اون بوده بیرون اومده، این تقصیر ایران نیست. اون کسی که باید محکوم بشه اینجا آقای ترامپ و تمام دنیا دارن آقای ترامپ رو محکوم میکنن. من تعجب میکنم وقتی تمام دنیا الان دارن آقای بجز دومینیکن تمام دنیا دارن آقای ترامپ رو و دولت آمریکا رو محکوم میکنن. حتی در خود آمریکا شما ببینید الان آقای در واقع جان بولتون، ایشون که هاکیش هست نسبت به ایران، خود ایشون گفت این کاری که داره میشه غیر قانونی هست و شورای امنیت رو از بین میبره، روابط بین الملل از بین میبره. شما میدونید بزرگترین مشکلی که آقای ترامپ داره در داخل آمریکا با کسانی هست که حتی در حزب جمهوری خواه کسانی هست که اینها مسئول سیاست و امنیت بین الملل و امنیت بین الملل آمریکا و امنیت دفاعی آمریکا بودن. یعنی چه در دولت‌های ریپابلیکن چه در دولت‌های دموکرات، اینا همه دارن میگن که کاری که آمریکا داره میکنه در واقع اون قدرت نرم آمریکا رو داره در جهان تضعیف میکنه. و اتفاقا شما، من فقط این نکته آخر بگم، شما الان میبینید در بحث هسته‌ای ایران در واقع اون ظرفیت هسته‌ای در واقع تولید اورانیوم غنی شده به قبل از برجام برگشته، در بحث موشکی قوی‌تر شده، در حالی که به خاطر برجام اجازه بدین جنبندی آقای غفوری هم بشنویم. در حوزه منطقه اینا ایران قوی تر شده. متشکرم آقای غفوری. من باز برمیگردم، ببینید به همون سوال، من جواب سوالم رو نگرفتم. من اصلا کاری ندارم که در کاخ سفید کی است، آقای ترامپ هست، فردا آقای بایدن بیاد یا نیاد. آیا اگر آقای بایدن بیاد اوضاع مردم ایران، مردم مملکت من بهتر میشه؟ آیا در زمان دولت آقای اوباما بهتر شد؟ آیا بعد از برجام در همون دولت آقای اوباما، همینطور که مهمان دیگر برنامه‌تون گفتن، قرار بود مشکلات پله پله حل بشود، مشکلات منطقه حل بشود، بعد از برجام که توسعه طلبی جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر شد، دست ها تا سوریه از اون طرف تا یمن از طرف دیگری کشیده شد، گسترده تر شد، ملوانان خارجی در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند، همون کارهایی که میبینیم الان محدود شده. من باز هم برمیگردم به یک مسئله بنیادین، اینه که تا زمانی که در ایران یک نظام معقول و نرمال عادی سر جاش نیاد، مشکل ما با دنیا سر جاش میمونه. مشکل ما امروز با آقای ترامپ نیست، مشکل جمهوری اسلامی. متشکرم از هر دوی شما، کامبیز غفوری و یوسف عزیزی. و ما سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم، از همین شهر با ماست. آقای محمودی، بسیاری براشون ابهام وجود داره. از طرفی دولت دونالد ترامپ میگه که مکانیزم معاشه فعال شده، از در مقابل میشنویم که سازمان ملل میگه که امکان اجرای چنین درخواستی رو نداره. این خلاء قانونی یعنی چه؟ به نظر من اصلا خللی وجود نداره. و این مطلبی هم که دبیرکل سازمان ملل متحد گفته، یعنی وجود ابهام، تنها یک در واقع یک اظهار نظر دیپلماتیکه از یک سیاستمدار کارکشته‌ای مثل دبیرکل سازمان ملل متحد، برای اینکه به طور غیر مستقیم بگه که ادعای امریکا از نظر قانونی هیچ پایه و مبنایی نداره. نه ابهامی وجود داره و نه مشکل. قضیه از نظر حقوقی کاملا روشنه و قبلش هم روشن بود. اون چه که پیش آمده این است که امریکا در واقع با اقدامی که کرده و با اصراری که داره، میشه گفت که در همون جهتی که در طول 3-4 سال گذشته عمل کرده و جهانبینی یا جهتگیری که راجع به مسائل بین‌المللی به طور کلی داره، یک خودمحوری، یک احساس این که ما قطب دنیا هستیم و حقوق بین‌الملل رو ما تعیین میکنیم که چی هست. من تونستم به اظهارات مهمان اول امشب شما هم گوش کنم و جمله جالبی بود که نشون دهنده این طرز فکر، و اون این است که ایشون اشاره میکرد به کشورهایی که به حقوق بین‌الملل پشت میکنن و منظورشون بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهایی که در ظاهرن یا همیشه دوست امریکا بودن و حالا در واقع همراه امریکا نیستن. در عمل در امریکاست که هیچ اهمیتی به حقوق بین‌الملل و به در واقع قواعد بازی نمیده. و پس با این اوصاف آقای محمودی، اقدام امریکا از لحاظ قوانین بین‌الملل غیر قانونیه؟ قطعا اینجوره، هیچ تردیدی نیست. در واقع قانون جنگله، یعنی از دیدگاه امریکا چون ما قدرت داریم، چون ما بزرگترین کشور دنیا هستیم، هرچی بگیم اون حقوق بین المللی و اون قانونه. بنابراین حالا هر کی طرف مقابل ماست، حتی دوستان ما،
هر مطلبی رو بگن ما قبول نداریم و ما کار خودمون میکنیم. ولی به نظر من جواب بقیه دنیا خیلی روشن و قاطع و دقیق و صحیح بوده، به خاطر اینکه بقیه دنیا ما با دیپلمات ها سیاست‌مدارای معمولی و مجرب سر و کار داریم، آدمایی که قواعد بازی رو میدونن و رعایت میکنن. در امریکا متأسفانه اینجور نبوده این 3-4 سال گذشته و امروز ما اوج این جهتگیری های عجیب و غریب و غیر متعارف رو داریم میبینیم. علیرغم غیرقانونی بودنش، اگر که فرضاً از هفته های آینده آمریکا به طور یک جانبه شروع به اعمال قطعنامه های تحریمی سازمان ملل، ایران چه دستاویز حقوقی داره؟ هیچ. ایران هیچ کار نه حقوقی نه سیاسی هیچ کار دیگه بکنه از این کاری که حالا کرده. و امریکا هم حتی به نظر من احتیاجی به اینکه این مکانیسم ماشه رو به اصطلاح خودش مجدداً به کار بندازه و این سر و صدا رو ایجاد بکنه نداشت، برای اینکه قبلاً هم موارد متعددی حتی از طرف در واقع رئیس جمهورایی که قواعد بازی رو معمولاً رعایت می‌کردن ما داشتیم که به کلی حقوق بین‌الملل رو کنار گذاشتن. مهمترین مثالش همون حمله به عراق در سال 2003 بود، با وجودی که آلمان، فرانسه، البته انگلیس نه اون موقع، ولی آلمان و فرانسه و بقیه کشورهای دنیا میگفتن کار غیرقانونیه، تصویب کردن قطعنامه، تصویب کردن در نوامبر 2002. مهازا امریکا کار خودشو کرد، برای اینکه مسئله این بود که به هر ترتیبی هست در مقابل کاری که القاعده کرده از یه جای انتقام بگیره و اون یه جا در واقع قوره به نام عراق افتاد. به همین دلیل الان هم به نظر من اصلا نیازی به اینکه تحریم ها برگرده، چه تحریمی برگرده، تحریم ها همه سر جاش هست، الان ما 2 ساله که در واقع سر جاشه، نیازی به این نبوده. ولی کاری که امریکا متاسفانه باید بگم که احتمالش هست این است که مجددا موجب یه موضوع بی‌قانونی بشه. مثلا این که فرض کنید ادعا بکنه که اگر ایران در طول این ماهای آینده باز یه آزمایش موشک بالستیک انجام بده، ادعا بکنه که این در واقع امنیت امارات متحده یا عربستان سعودی یا اسرائیل رو به مخاطره انداخته و امریکا با ادعای این که این احتمال حمله فوری هست بخواد که فرض کنید دفاع مشروع دست جمعی رو بهانه بکنه و مقابله نظامی با ایران بکنه. میتونه یه همچین بهانه‌هایی داشته باشه، ولی برای این احتیاجی به بازگرداندن تحریم‌ها نداره. یا اینکه مثلا یه کشور ایرانی روی جایی توقیف بکنه، یا خودش یا اسرائیل یا یه کشور دیگری که دوست آمریکاست که احتمالش خیلی زیاده. متشکرم. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل. 40 سال پیش نیروهای عراقی در چندین جبهه به ایران حمله کردند. این حملات جرقه جنگی را زد که 8 سال طول کشید. در جنگ ایران و عراق صدها هزار نفر کشته، مفقود و اسیر شدند. هزاران اسیر ایرانی در عراق به سازمان مجاهدین خلق پیوستند. بعضی از این اسرای سابق میگویند که دوباره به اسارت گرفته شدند. جیار گل سالهاست که داستان اسیران ایرانی و سازمان مجاهدین خلق در عراق را دنبال کرده. گزارش امشب درباره سرنوشت 2 اسیر سابق ایرانی در عراق است. داستان جنگ ایران و عراق داستان هیولایی است که جان صدها هزار جوان را گرفت، ده ها هزار خانواده را به سوگ نشاند، ده هزاران کودک را ایزد پرست. قصه امروز ما سرگذشت سربازان ایرانی است که اسیر شدند. اسیرانی که سالها پس از پایان جنگ به ایران باز نگشتند. مرگ بر خمینی! مرگ بر خمینی! من 21 سالم بود وقتی اسیر شدم. ادوارد ترمادو یکی از آن اسرا بود. شروع جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 مصادف با آخرین روزهای خدمت سربازی او بود. تو منطقه دشت ذهاب درگیر شدیم با نیروهای عراقی، مجروح شدم. بعد از چند ساعت درگیری به اسارت نیروهای عراقی در اومدم. ادوارد از ارمنی‌های اصفهان است. او 9 سال در اردوگاه‌های اسرا در عراق بود. در سال 1368 به سازمان مجاهدین خلق در عراق پیوست. تلویزیون مجاهدین توی عراق راه اندازی شد. طبق دستور مقامات اردوگاه هم تماشای تلویزیون مجاهدین اجباری بود.
جانان ترین، شکوفا ترین و آگاه ترین فرزندان خلق ایران. به مرور تبلیغاتی که میکردن، حرف و وعده وعیدهایی که میدادن، آروم آروم ما رو کشوند به سمت اینها. من سوم خرداد 68 وارد اشرف شد. حدود 10 سال پیش برای گزارش از اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق به خالص در عراق رفتم. Is it possible to go there? Why not? I want to go. نیروهای عراقی و سازمان مجاهدین به ما اجازه ورود به کمپ اشرف ندادن. پس از سقوط صدام حسین، حکومت ایران به بسیاری از بستگان اعضای این سازمان اجازه سفر به عراق داده بود. صدها خانواده به امید دیدار با بستگانشان در مقابل کمپ اشرف برای هفته‌ها و ماه‌ها تجمع کرده بودند. 23 سال بچه من اینجاست. 26 سال مال اسیر جنگ بوده. بستگان بسیاری از این خانواده‌ها قبل از پیوستن به سازمان مجاهدین پیشتر در جنگ با عراق اسیر شده بودند. این در شلمچه اسیر شد. سرباز بود. 45 روزش مانده بود بیا. تو 45 روز اسیر شد. بسیاری از اعضای این سازمان در مصاحبه‌های تلویزیونی خانواده‌های خود را مزدور وزارت اطلاعات خواندند و حاضر به ملاقات با آنها نشدند. یکی از آنها غلام علی میرزایی بود. می‌خوام اعلام کنم که هر کس به اسم خانواده من در به اشرف اومده، خانواده من نیست، بلکه یک مزدور از طریق وزارت اطلاعات اومده و ما هیچ دیداری با آنها نداریم و نخواهیم داشت. فرشته مهدیان همسر غلام علی میرزایی است. شوهر او هم در جنگ ایران و عراق اسیر شده بود. من زنی هستم که 31 سال شوهرم در خاک عراق اسیره. 10 سال اسیر نیرو صدام بوده، 21 سالم اسیر نیروهای رجویه. من یه بچه 27 روزه داشتم، الان 31 سالشه. آیا بچه‌ای که تا به حال پدر ندیده، 2 سال پشت در منتظر یه لحظه ملاقاته، و یا زنی که 31 سال منتظر شوهرشه، این کجاش آزادیه؟ فقط این ازش. پس از 10 سال ما تونستیم شوهر این خانم رو در تیرانا، پایتخت آلبانی پیدا کنیم. ایشون حدود 3 سال پیش از سازمان مجاهدین خلق جدا شده و امروز در این شهر زندگی میکنه. در حملات نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران، ده ها تن از ساکنان کمپ اشرف کشته شدند. در سال 96 سازمان مجاهدین خلق همه نیروهایش را به آلبانی منتقل کرد و آنان را در کمپ اشرف 3 در حومه تیرانا مستقر کرد. الو؟ جناب آقای میرزایی؟ چند هفته پیش پس از 10 سال توانستم با غلام علی میرزایی، اسیر سابق و همسر فرشته مهدیان، ارتباط برقرار کنم. غلام علی میرزایی از سال 1396 در تیرانا، پایتخت آلبانی، زندگی می‌کند. او در حمله به کمپ اشرف زخمی شد، اما مدتی پس از ورود به آلبانی از سازمان مجاهدین خلق برای همیشه جدا شد. از او می‌پرسم چرا 10 سال پیش حاضر به ملاقات با همسرش در عراق نشد. صبح رفتم به مسئول و قسمت گفتم که دیشب اسمم تو بلندگو صدا زدن، فکر کنم خانواده‌ام اومده. گفت که نه، اینجور چیزی امکان نداره، خانواده تو اگه اومده باشه ما به تو اطلاع میدیم. اینا نفرات وزارت اطلاعات هستن که از وزارت اطلاعات اعزام شدن اینجا اومدن. اسامی شما، اسامی همه ما هم وزارت اطلاعات داره. سازمان مجاهدین میگوید آقای میرزایی در آن هنگام از حضور خانواده‌اش در عراق با خبر بود، اما نخواست با آنان ملاقات کند. هنگام شروع جنگ ایران و عراق، غلام علی 22 ساله گروهبان نیروی زمینی ارتش بود. او در روزهای اول جنگ در منطقه مرزی موسیان در استان ایلام به اسارت عراقی ها درآمد. 1 سال از ازدواجش گذشته بود و پسرش تنها 27 روز سن داشت. این عکس پسرم بود که برام فرستاده بودن تو اردوگاه. اینو نقاشی کردم، با گلدوزی کردم خودم، بهش براش فرستادم با نخ حوله، چون که اونجا امکانات نداشتیم.
غلام علی میرزایی 9 سال در اردوگاه های اسرا بود. نیروهای عراقی بسیاری از اسرا به خصوص جوانان را اذیت می کردن. از آزار جنسی گرفته تا آزار جسمی و گرسنگی. وضعیت غذایی که اصلا خوب نبود، یه کاسه با ما داده بودن، هم کاسه ریش تراشی بود، هم با اوجای چای می خوردیم، هم با ریش می تراشیدیم، هم با پاش غذا می خوردیم. هنگام اسارت آقای میرزایی از طریق صلیبی سرخ با خانواده‌اش در ارتباط بود. در حد سلام علیکم، من سلامتم میتونستیم بنویسیم که اونم بعد از 2 ماه جوابش میومد، اونم در همون حد، چون که سانسور شده بود توسط استخبارات عراق سانسور میشد. او 1 سال پس از پایان جنگ در سال 1368 به سازمان مجاهدین خلق در عراق پیوست. تلویزیون مجاهدین برنامه داشته بود، آسایشگاهی که ما بودیم، میگفت که اصلا هیچ بازگشتی در کار نیست، بخصوص برای اونایی که ارتشی بودن. ما هم چاره نداشتیم دیگه، 9 سال تو اردوگاه بودیم، شرایط خیلی سخت بود، با انواع و اقسام مریضی ها دچار شده بودیم. گفتیم خوبه از این چاه بریم بیرون، شاید یه راه نجاتی در آن پیدا بشه. غلام علی میرزایی از کمپ اسرا به کمپ اشرف سازمان مجاهدین خلق در عراق منتقل می شود. او میگوید در مدت کوتاهی متوجه اشتباه خود شده و در فکر ترک این سازمان بوده، اما او حدود 2 دهه دیگر در این سازمان میماند. اگه کسی اون موقع جدا میشد تحویل استخبارات عراق میدادن. استخبارات عراق هم زندان ابوغریب داشت، یه تعداد از قدیمیایی که اونجا بودن برای ما تعریف کرده بودن که زندان ابوغریب میبرن سر به نیست میکنن. و فرار کردن از کمپ مجاهدین چیز ساده ای نبود، چون میبردن زندان ابوغریب، دادگاه برای طرف میبرید که 8 سال زندان برای ورود غیرقانونی به عراق. ادوارد تومادو که از کمپ اسرا به کمپ اشرف سازمان مجاهدین رفته بود تصمیم میگیرد این سازمان را ترک کند. من 12 سال با مجاهدین بودم، تو این 12 سالم میتونم بگم هزاران بار قبطه خوردم به دوران اسارت. ما تو اسارت علارغم تمام فشارها، تمام محدودیت‌ها، کتک‌هایی هم که می‌خوردیم، ولی همیشه با شوخی و خنده گذر می‌کرد عمرمون. منتها تو مجاهدین متأسفانه اصلا خندیدن ممنوع بود. نمی‌شد بخندید تو مجاهدین. اگر 2 نفر دور هم جمع می‌شدن، می‌گفتن شما محفل زدید. ادوارد می‌گوید سازمان مجاهدین در سال 1380 با تقاضای او برای ترک این سازمان موافقت می کند. اما برای تخلیه اطلاعاتی او 4 ماه در کمپ اشرف زندانی می شود. بعد تحویل نیروهای عراقی داده می شود. 1.5 ماه الی 2 ماه توی ابوغریب بودم که طول نکشید و 1 روز متوجه شدیم که اینها عراقی ها و ایرانی ها می خوان تبادل زندانی بکنند و ما تقریبا 8 نفر بودیم که اعتراض کردیم، گفتیم ما نمیخوایم بریم، میخوایم ما رو تحویل صلیب سرخ بدید، ولی قبول نکردن و گفتن اگر شما به ایران برنگردید همینجا میکشیمتون و صلیب سرخ هم که اصلا نمیدونه که شما اینجایید. از بی بی سی باهاتون تماس میگیرم. با سازمان مجاهدین درباره اتهامات ادوارد تومادو با غلام علی میرزایی علیه این سازمان تماس گرفتم. با یکی از مسئولان روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق صحبت کردم، ایشون اونا رو متهم کرد که افرادی مثل آقای میرزایی که عوامل جمهوری اسلامی هستن و توان مبارزه رو ندارن و بریدن، اما گفت نباید صداشون رو هم پخش کنن و حاضر نشدن با ما صحبت کنن. اما روز بعد سازمان مجاهدین برای ما ویدیویی ارسال کرد. در این ویدیو از مصاحبه سال گذشته بی بی سی انگلیسی با اعضای سابق این سازمان انتقاد شده است. در بررسی موقعیت مجاهدین در آلبانی، بی بی سی یا هر رسانه‌ای که ادعای بی‌طرفی ژورنالیستی می‌کنه، در گزارشی که تهیه می‌کنه بایستی به این واقعیت‌ها هم می‌پرداخت، نه اینکه به ادعاهای سراپا دروغ افراد فرومایه‌ای که به استخدام رژیم در اومدن و حرفاشون هیچ پایه و اساسی نداره انعکاس بده. در سال 1380 نیروهای عراقی ادوارد را تحویل ایران میدهند.
سازمان مجاهدین با ارسال سندی میگوید ادوارد با میل خود به ایران رفته است. اما ادوارد میگوید همه کسانی که کمپ اشرف را ترک میکردند مجبور به نوشتن این گونه نامه ها میشدند. در ایران ادوارد بازداشت و تحت بازجویی قرار میگیرد. پس از 4 ماه به او مرخصی داده میشود. اما او به زندان بر نمیگردد. از ایران خارج میشود و به آلمان میرود. امیدوارم که هیچ وقت در هیچ کجای دنیا جنگی نباشه و هیچ وقت هیچ کجا اسیری نباشه. 9 سال اسارت، ببینید 9 سال از جوونی من اونجا رفت و به هر حال آمال و آرزوهایی که داشتم تو دوره جوونی از بین رفت. کسی رو که دوست داشتم، بخواستم باهاش زندگی مشترک ایجاد کنم، از دستم رفت. سال 59 اسیر شدم که اون موقع میشه 22 سالم. آذرمان میشه 62 سالم. الو، سلام. سلام. حالت خوبه؟ سلامتی؟ خوبی الحمدلله. غلام علی میرزایی پس از ترک کمپ سازمان مجاهدین در تیرانا برای اولین بار با خانواده اش تماس گرفت. برای اولین بار همون روز اولی که من تو کافه بود نشستم باشون تصویری صحبت کردم، اصلا همه مونده بودیم نگاه همدیگه میکردیم و اونا گریه میکردن. من فقط مونده بودم چی بگم از شرمندگی خودم، از کاری که کاری که باعثی میکردم ولی انجام ندادم. هنگامی که اسیر شد پسرش 27 روزه بود. من 40 سال از خانوادم بی خبر بودم. توی 40 سال در هر لحظه در هر مکانی که بودم به فکر همسرم پسرم بودم. و همسرم که منتظر من مونده بود و الان هم هست که برگردم. سرگذشت غلام علی و ادوارد داستان اسارت در اسارت است. قصه هزاران انسان که حیولای جنگ سرنوشت آنان و خانواده هایشان را تغییر داد. درباره سرنوشت اسرای ایرانی جنگ و عراق که به سازمان مجاهدین خلق پیوستند همکارم امید منتظری هم در مطلبی در سایت بی بی سی فارسی نوشته که در این گزارش داستان اسیرانی رو میگه که علیه حکومت ایران دست به سلاح بردند. بیش از 200 نفر از اونها در عملیات فروغ جاویدان کشته شدند. بعضی 10 سال با مجاهدین موندند و از کمپی به کمپ دیگه رفتند و بعضی پس از بازگشت به ایران بازجویی و زندانی شدند. اما به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، فردا ساعت 9:05 شب به وقت تهران فیلم مستندی با عنوان کودتای خزنده در سپاه از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش خواهد شد. موضوع این فیلم اعتراضات طیفی از اعضا و چهره های سپاه در زمان جنگ به مدیریت جنگ ایران و عراق و فرماندهی ارشد سپاه پاسداران است. این فیلم رو همکارم حسین باستانی ساخته. این مستند بر مبنای نواری از یک جلسه محرمانه اعضا و فرماندهان سپاه در سال 1363 ساخته شده که او اخیراً به دست آورده. از چند روز پیش که آگهی پخش این مستند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بعضی از فعالان و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران که در 36 سال گذشته از انتشار این نوار خودداری کرده بودند، شروع به انتشار اون به شیوه‌های مختلف کردند و مدعی شدند که در این مدت قصد پنهانکاری نداشتند. گزیده‌ای از بخش‌های مختلف مستند کودتای خزنده در سپاه رو با هم ببینیم. برادرانی که زد چیزی همراهشون هست، هم مسئولیت شهری دارید، هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون ندارید. ما رو بجای تک تک عملیات بحث بجای تک تک برادرهای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگی هن پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ فرمانده فراوون میاد میشونه توی قرارگاه توی لنفروزا، چرا یه بار یک کیل نسله دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن؟ بعد از سردن از فقط تا این ساعت یک کیلش رو خالی نکردید. شما عنوان مسئول آموزشی باشید که ملک اساسی جنگه. خب ما میدونیم برادر نجات
تترش چی هست و چه برخوردهایی کرد و تا پای جون حضای وایستادی این مطمئن باشی در برادران حفاظت اطلاعات نمیترد آقای نجات خب آقای منتظری این حرفایی که میزنه به این سو رفتی نداره تو اصلاً اجتماع نگیری برای متقی فرمانده رو کردن همین باند خواهر خود آقای مصباح شکل ایدئولوژی اتفاق پیدا اینا مردن بعد از امام آقای مصباح را برانده حضرت آیت الله العظما منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه و این کودتای خزنده است که مسئله ما رو به اینجا کشونده. یادآوری میکنم که مستند کودتای خزنده در سپاه فردا ساعت 9:05 شب به وقت تهران از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش میشه. بارندگی های کم سابقه در استان گیلان مناطق غربی این استان را در محاصره سیل قرار داد و خیلی از مناطق را دچار آب گرفتگی کرد. کانون سیل شهرستان تالش بود که خسارات سنگینی به زیرساخت‌هایش وارد شد. آب و برق و گاز بسیاری از مردم شهرها و روستاهای اطراف تالش هم قطع شده. جاده های تالش به سمت خلخال و اردبیل هم با خطر رانش زمین روبرو شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بارش باران در ارتفاع این صحنه هایی بود که ساکنان تالش و مناطق اطراف گرگانرو با آن مواجه شدند. نتیجه بارندگی های بیوقفه شب گذشته در استان گیلان که از غرب استان شروع شد و به مناطق شرقی در شهرستان تالش رسید. به گفته کارشناسان هواشناسی میزان این بارندگی در تالش ظرف 5 ساعت به میزان بی‌سابقه 250 میلی‌متر رسید. هنوز برآوردی از خسارت‌های وارد شده به دست نیامده، اما تلفات جانی هم گزارش نشده. کسب و کارهای تالش کوشیدند خود را در برابر گزند سیل محافظت کنند، اما برای پل اصلی آبر در تالش محافظتی در کار نبود. این پل سرانجام امروز تسلیم امواج خروشان سیل شد و فرو ریخت. پل تالش از آنجایی که پل سواره هم دقیقاً در کنار این پل واقع شده، مردم روی پل سراسیمه به هر سو دویدند. اما امروز خشم زیادی از طرف اهالی تالش متوجه مقامات بود. مردم محلی عصبانی هستند و میپرسند کدام پیمانکار با سفارش کدام مسئول محلی چنین پل شکننده ای را ساخته، مخصوصا که سیل های قبلی در این منطقه پل های دیگری را خراب کرد. بارندگی ها کمتر شده ولی انتظار ادامه باران میرود و هر بار که این بارندگی ها شدت میگیرند جریان خروشان آب را از مناطق کوهستانی و جنگلی به سمت پایین دست هدایت میکند. شهرستان 200,000 نفری تالش در هفته های اخیر بارندگی های فراوانی به خود دیده است که خسارت های زیادی به کشاورزان منطقه وارد کرد. منطقه ای که به رتبه اول در تولید محصولاتی چون کیوی، ازگیل، تروب، عسل و فندق شهرت دارد. اما توسعه بیرویه و ناپایدار منطقه تالش، تالش را مثل مناطق دیگر گیلان آسیب پذیر کرده است. از نبود یک سیستم کارساز آبخیزداری تا ساخت و سازهای بیرویه در حریم رودخانه که نه فقط شکل طبیعت را به هم ریخته بلکه مردم را در این مناطق آسیب پذیر کرده است. فعلا 7 شهر و روستا در اطراف تالش در محاصره سیل قرار گرفتند، از جمله اسالم، سراگاه و چوبر. جاده‌ای که تالش را به اسالم و به خلخال و همینطور به اردبیل در استان اردبیل وصل می‌کند به خاطر رانش زمین باعث مشکل در تردد مردم شده و پلیس راه مشغول نظارت بر اوضاع است. مسئولان محلی یکدیگر را به کوتاهی متهم می‌کنند، ولی از چشم مردم محلی نتیجه این سیلاب‌ها نه برنامه منسجم و بودجه بیشتر خواهد بود که بر ساعات کاری مسئولان ستاد مدیریت بحران اضافه خواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. اسناد محرمانه‌ای درباره 2000 میلیارد دلار نقل و انتقال مالی که به رسانه‌ها دست کرده نشان می‌دهد چگونه بانک‌های در سراسر جهان اجازه دادند تبهکاران پول‌های کثیفشان را جابجا کنند. این مدارک که اسناد فینسن نام گرفته از طرف کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در اختیار رسانه‌هایی در 88 کشور جهان گذاشته شده. این مدارک نشان می‌دهد که لندن نقش مرکزی مهم برای پولشویی را بازی می‌کند. اشخاص
روسیه تحریم شده همچنان از شبکه بانکی بین‌المللی برای نقل و انتقال پول‌هایشان استفاده می‌کنند و بانک مرکزی امارات متحده عربی علی‌رغم هشدارها اجازه داده تا شرکت‌های مرتبط با رضا زر را بازرگان ایرانی ترکیه‌ای تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزنند. خبرنگارمان بهرنگ تاجدین از شمال لندن به ما پیوسته و این اسناد رو بررسی کرده. چی دستگیرمون شد بهرنگ؟ رانا، اینها اسنادی از سال 2000 تا سال تا 2017 که گزارش‌هایی که بانک‌های در سراسر دنیا به یک واحدی از وزارت دارایی آمریکا دادن به نام شبکه مقابله با جرایم مالی یا فینسن، به همین خاطر به اسناد فینسن معروف شده و بعد در اختیار سایت بازفید قرار گرفته و از اونجا در اختیار ده ها رسانه در سراسر دنیا و اینها اطلاعاتی که تا الان در اومده فقط اول ماجراست و احتمالاً باید انتظار داشته باشیم در روزها و هفته های آینده گزارش های خیلی بیشتری بر اساس این اسناد در بیاد و ببینیم. مسئله مهم اینه که اکثر این اسناد چیزهایی به نام گزارش فعالیت مشکوک، اطلاعات، در واقع گزارش‌هایی که بانک‌ها به این واحد وزارت دارایی آمریکا می‌فرستن وقتی که یک نقل و انتقال مالی دلاری انجام میشه که مشکوکه. مثلا یک پولی به حساب یک شرکتی واریز میشه برای خرید مواد غذایی که اون شرکت اصولاً کارش تولید یا توزیع مواد غذایی نیست. اینجور گزارش ها، گزارش هایی که معمولا نشون میده که احتمال پولشویی یا احتمال به هر حال مثلا تأمین مالی تروریسم وجود داره و در کل اطلاعاتی که تا الان منتشر شده نشون میده که بانک های بزرگ و چند ملیتی سراسر دنیا با وجود اطلاع، با وجود حداقل شک داشتن به فعالیت بعضی از شرکت ها همچنان کمک کردن و اجازه دادن که این نقل و انتقال های مالی انجام بشه. مثال میزنم، بانک آمریکایی جی پی مورگان اجازه داده 1 میلیارد دلار از در واقع یک شرکتی که صاحبش رو نمیدونسته 1 میلیارد دلار رو از طریق حسابی در لندن منتقل کنه که بعداً مشخص شده صاحب این شرکت سردسته یک باند تبهکاره و جزو افراد تحت تعقیب. یا نمونه دیگه‌اش مثلا اینه که بانک مرکزی امارات با وجود اینکه در سال 2011 بهش در واقع گزارش دادن و هشدار دادن که یک شرکتی متعلق به رضا زراب به نام گونس جنرال تریدینگ احتمالاً ممکنه تحریم‌های آمریکا رو با استفاده از شبکه بانک امارات دور میزنه، باز هم اجازه داده دو بانک دولتی امارات، یکی بانک ملی دبی و اون یکی بانک ملی رأس الخیمه، همچنان حدود 142 میلیون دلار در طول 2 سال از طریق این بانک ها منتقل کنند. متشکرم بهرنگ. متاسفانه به آخر زمان رسیدیم، مطمئنم در روزهای آینده بیشتر درباره این اسناد ازت خواهیم شنید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همتون.